با عرض سلام و ادب خدمت شما دوستان خوبم، امروز 9 خرداد 1403 تصمیم گرفتم که یک بارم به صورت تصویری مطالبی رو که تا الان تو کانال خودم، کانال تلگرام خودم گذاشته بودم رو یه جمع‌بندی کنم و یه مقدمه ای رو بگم برای مطالب بعدی که امیدوارم که براتون مفید باشه. اگه تو کانال من دقت کرده باشید یه مطالبی رو در مورد چشم درخت گفتم که دوستان بعضا تو دانشگاه جای مختلف من میگن دکتر بقیه چی شد. یه 4 قسمت در مورد نمره تراز در زندگی گفتم که گفتیم که نمره تراز رو شما وقتی میایید تو یه آزمون پیچیده و سخت میبینی که چقدر مراحلش و ظرافتش زیاده، متوجه میشی که خیلی نمیتونی با عقل خودت خیلی چیزا رو متوجه بشی. تو یه آزمونی ممکنه نمره درصد من بیشتر باشه ولی نمره تراز رقیب من بهتر از من باشه و اون قبول بشه و من قبول نشم. و گفتیم نمره تراز به خیلی فاکتور و بستگی داره، برای همه خیلی چیزا رو هم تو زندگی همینه که ما به عقل دو تا چهار تای خودمون نمیفهمیم. میگه آقا بعد کارما چی شد؟ پس میگه من که کار خوب کرده بودم، چه نتیجه بد گرفتم؟ یا اون که بد عمل کرده بود چه نتیجه خوب گرفت؟ خب اینا رو گفتیم. گفتیم نمره تراز در زندگی به اون پیچیدگی‌هاست و ما نمیتونیم با عقل دو تا چهار تای خودمون همه چی رو لحاظ بکنیم و اینکه دنبال علت میگردیم همش، این همش حال ما رو بد میکنه، حال ما رو خراب میکنه. چون میگیم حقم داریم، میگیم آقا من که درست عمل کرده بودم پس چرا نتیجه بد گرفتم؟ اونجا که همش خوبی کرده بودم، نیکی کرده بودم، چرا اینجوری شد؟ و بالعکس اون کسی که اصلا داره بد عمل میکنه چرا زندگی خیلی خوب و مرفه و شادی داره؟ و ما خیلی ها رو میگم متوجه نمیشیم. قطعا خیلی فاکتورهای زیادی هست، مثالهای متعددی زدیم، گفتیم که شما در کارهای پزشکی نگاه میکنیم میگن آقا این مثلا آنتیبیوتیک در کاهش درد تأثیر نداره، و این نگاه میکنیم به هر بیماری که بعد از اون درمان آنتیبیوتیک دادیم دردش ساکت شده. بله علم اومده صدها فاکتور رو بررسی کرده و هزاران فاکتور هنوز مقفوله و هنوز مشخص نیست و مشخص نشده که چرا بس این آنتیبیوتیک که تو اون 100 تا مطالعه نشون داده که تأثیر نداره. میگم شاید یه فاکتورهای دیگه ای باشه که اینا جا افتاده و قطعا اینا وقتی ما نگاه میکنیم تأثیر داشته و بیمار وقتی ازش استفاده میکنه پس حتما یه فاکتورهای دیگه هم باید وجود داشته باشه. یه بحث دیگه رو مطرح کردیم که زن و مرد شوهردار خط قرمز هستن، سویساید خط قرمز هستش. صحبت کردیم گفتیم که الکل و مواد مخدر اینا مسکن هستن، اینا درمان نیستن. ما اگه بخوایم درمان استفاده کنیم میتونیم به روانپزشک، روانشناس و متخصص مربوطه مراجعه کنیم و درمانهای دارویی دریافت بکنیم. خیلی میشنوم که همکارایی که حتی خودشون پزشکن، تحصیل کردن، مهندسن، تو تمام شاخه‌ها درس خوندن، میگن ما دارو مصرف نمی‌کنیم. و من واقعا تعجب میکنم از قشر تحصیل کرده که چطور میتونن همچین تفکری داشته باشن. خب اون داروسازی که شبانه روز مطالعه کرده، درس خونده و در حقیقت اومده برای ما یه جمع‌بندی کرده. قطعا داروهای عوارضی دارن، ساید افکتایی دارن، ولی محاسن و سودشون اگه زیر نظر پزشک متخصص باشه قطعا بیشتر و بهتر. یه همکاری اومده بود جدیدن برای من تعریف میکرد، میگفتش که من مادرم خیلی مریض بود، بعد بهش میگفتیم بعد این دارو رو بخوری، میگفت اینا دارو شیمیایی ان من اینو نمیخورم. بعد بهش میگفتم که چرا، میگفتش که اینا عوارض دارن و طول عمر من کوتاه میشه و ممکنه باعث فوت من بشه، مرگ من بشه. و جالب اینه که این بنده خدا بعد پرسیدم گفت مادرم فوت کرد، گفتم ای گفت چرا، گفت بگه این داروهایی که پزشکاش دادنش کدوم مصرف نمیکرد. الان یه فرد دومی هم حتی اومد جلوی چشمم که ایشون هم دقیقاً همین حرفو برام میزد. اینقدر نقض قرضه، یعنی فرد میترسه که دارو مصرف بکنه که اون دارو عوارض شیمیاییش باعث کاهش طول عمرش بشه یا باعث فوتش بشه، بعد اون وقت از اون طرف نگاه میکنیم میبینیم که فوت کرده. تو من نمیخواستی دارو مصرف نکنی، اون عوارضشو نگران بودی، اون که بدتر شد که. در حالی که نگاه میکنیم میبینیم که علم و تکنولوژی برای اینه که ما ازش استفاده بهینه بکنیم. یه حد تعادل و وسطی دارن اینا، نه اینکه کسی سر خود همش دارو مصرف کنه، نه اینکه کسی بگه من دارو مصرف نمی‌کنم. اینها در جایگاه خودشون بسیار درست و ارزشمنده. آقا وقتی پزشک تشخیص میده که من فشار خون دارم و بعد این دارو رو مصرف کنم، احترام و انجام دادن دستورات اون احترام به ساحت علم و دانشه و فریختگی. وقتی دکتر به من میگه برای دیابتت باید این دارو رو مصرف کنی،
من موظفم این کار رو انجام بدم. اگه خلاف این انجام بدم، یعنی این رو در حقیقت اون ساحت علم رو نادیده گرفتم. یکی دوستان به من پیام داده بود که آقای دکتر، اینا که شما میذارید این پیام ها و اینا، فکر میکنید مثلا موثره؟ همه کار خودشون رو میکنن فلان. ببینید، این دوستمون بر من خیلی عزیزه و حرفش هم اشتباه نیست، ولی من یه توضیح بدم. ما در این دنیا هیچ کسی رو به اجبار و زور و اکراه نمیتونیم وادار کنیم یه چیزی رو بپذیره و یه تفکری رو قبول کنه. محاله یه آدمی رو شما ببریم مثلا توی یه جایی، اینقدر بهش مثلا بگی این کار رو باید بکنی، اون کار رو کنی، اون ممکنه به ظاهر این کار رو بکنه، ولی بعد از مدتی، بعد از اینکه رفت تو حال و هوای خودش و دوباره تو شرایط خودش قرار گرفت، برمیگرده به اون فرمت اولیه دیفالت کارخونه، یعنی همون چیزی که ذات خودش است. مگر اینکه این آدم کانسپتش و تفکرش خودش به این جنبندی رسیده باشه که من درسته که این کارو انجام بدم. خب پس یه بحث اینه که یه کاری رو انسان میفهمه که واجبه و با حیاتش در مخاطره است، مجبور انجام بده، مثل دارو خوردن. خب این رو میپذیره به ظاهر، ولی دوست نداره انجام بده، دارو رو میخوره در حالی که میدونه که باید انجام بده، ولی باز انسان فریخته و تحصیل کرده یه متوجه میشه باید این کار انجام بده. ولی بحث هایی هستش که بحث های شناختیه، بحث های معرفتیه دیگه، ما نمیتونیم به انسان رو بگیم به زور باید تو بیایی همجور که من فکر میکنم تو هم فکر کنی، اصلا همچیزی محاله. شما نگاه کنید ببینید که تالو شده کسی رو به زور درس خون کرده باشیم. شما نگاه میکنید تمام الگوهای موفق، تمام آدمایی که درس خوندن به جایی رسیدن، با زحمت و تلاش و سختی و اینا خودشون رو پای خودشون درس خوندن. و تمام کسایی که به زور پدر و مادر با پوش کردن، با هل دادن رفتن جلو، آخر سر یه آدم شاخصی نشده که خودش بتونه تاثیرگذار باشه، هزار نفر دیگر هم به دستشون رو بگیره حرکت بده. البته اینجا دو تا تذکر وجود داره. ببینید یه که اونا میشه در مورد یه بچه خب خودش ممکنه تو اون سن که داره شروع میکنه درس خوندن خوبه رو تشخیص نده، ما و یه اینرسی داره نسبت به این قضیه. ما باید نگاه کنیم اگر اون بچه این پتانسیل رو داره و این توی ناخودآگاهش متوجه میشیم، تستایی که ازش میگیریم متوجه میشیم که این بچه پتانسیل درس خوندن رو داره، یه مدتی باید هولش بدیم تا بیفته تو سرازیری و حرکت کنه، بعد دیگه میشه خودکار درس خون. ولی بچه‌ای هستش من تست میگیرم، آزمون میگیرم، میبینم که این بچه اصلا نمیکشه، نمیتونم اینو به زور درس خونش بکنم. ممکنه یه مدتی اونم باز بیام پوش کنم، هول بدم، ولی آیا میتونم بچه رو درس خون بکنم؟ در تمام زمینه ها همینطوره. بر همین چه کاری ما اجباری نمیتونیم یه آدمی رو به این فلسفه و به این کانسپت درونی برسونیم به مغزش که آقا تو باید اینجوری باشی، تو باید اینجوری بکنی. میگم انسان ها خودشون وقتی به یه جنبندی برسن، به یه نتیجهی برسن، روی اون تعصب پیدا میکنن، روی اون پافشاری میکنن، خودشون حرکت میکنن. فرض بفرمایید که یه آدمی به این جنبندی رسیده که آقا من باید نماز بخونم، من باید درس بخونم، این آدم به هر شرایطی باشه اون این کارو انجام میده، خودش به این فهم رسیده. و الا ممکنه شما اول بیای اون آدم رو یه مقطعی پوش کنی، شرایطی براش فراهم بکنی، کفایت میکنه که خودش متوجه شده باشه، متوجه درک کرده باشه شیرینی اون کار رو، اگه احساس کرد خودش دیگه اون کار رو انجام میده. پس این یه مطلب خدمت شما عرض شد که، اما یه مسئله دیگه که هستش اینه که خیلی وقتا هستش که ما میایم یه مطلبی رو بیان میکنیم برای تو جامعه، برای دوستانمون، همکارانمون، عزیزانمون، خانوادهمون، ممکنه از اون جمع چند هزار نفره دو نفر فقط قبول کنن، بفهمن، بپذیرن، عمل کنن، کفایت میکنه، کافیه. یعنی قرار نیستش که وقتی ما بیایم یه مطلبی رو میگیم همه متوجه بشن، همه عمل بکنن. چون که تو بحث‌های علمی هم اینجوره. آیا مگه ما تو دانشگاه درس میدیم، یه نکاتی رو میگیم، بعدن همه کامل متوجه میشن، همه عمل میکنن؟ خیر، باز میبینی داره کار خودش رو میکنه. که من تعجب میکردم که توی ترم نو که من رفتم این مبحث رو تو ترمیمی سه که خودم درس دادم، ترم بعد میرفتم تو بخش میدم هیچ کسی تک و توکن که دارن به اون نکاتی که تو کلاس درس دادیم دارن عمل میکنن، دارن اون روال کلیشه‌ای رو که همه یاد گرفتن دارن عمل میکنن. پس همه جا همینه. ولی اگر ما اومدیم چند هزار نفر رو درس دادیم،
از بین اون 4000 نفر یک نفر خوب متوجه شد، یک نفر خوب عمل کرد و یک بیمار رو درمان کرد، این برای ما کافیه. یعنی ما نمیتونیم بگیم که آقا تو این مطالب رو گفتی ولی همین کار خودشونو میکنن. قطعا همینطوره. قبل از ما هم خیلی آدمهای تاثیرگذارتر، باسوادتر، فریخته‌تر اومدن مطالبی رو گفتن، ولی چقدر تاثیر گذاشت؟ چند نفر عمل کردن؟ چند نفر متوجه شدن؟ تاریخ نشون میده که ما نمیتونیم توقع داشته باشیم که وقتی یه مطلبی رو داریم میگیم، حتی مطلب علمی، اینقدر افیشنت باشه، اینقدر تاثیرگذار باشه و آدمای زیادی بخوان اون رو بپذیرن، مگر اون آدم در حقیقت یه آدم خیلی خاصی باشه که بتونه تاثیرات عمقی و قلبی بذاره. این پس یه مطلب. اما موضوع دیگه اینه که ببینید، من الان که دارم این مطلب رو برای شما تهیه میکنم و ضبط میکنم، الان روزه، درست؟ حالا یکی الان بیاد بگه آقا الان نگاه میکنه میگه من میگم آقا روزه، الان وسط ظهره، ساعت 1:10 9 خرداده. یکی الان بیاد بگه آقا شبه. خب حالا من چجوری میخوام فکر اینو عوض کنم؟ اصلا به هر دلیلی، چشمبند زده، چشاشو بسته، چشاش خسته است، نمیبینه، اصلا هیچ اشکالی نداره. آقا بالاخره که از دو حالت که خارج نیستش که، یا روزه یا شب. حالا ممکنه که بگه آقا دم غروب هوا گرگ و میشه، تاریک داره میشه. حالا یکی ممکنه به تناسب بیناییش، به تناسب سنش، اونجا نور براش کافی باشه، اونو روز ببینه. یکی دیگه ممکنه به تناسب سنش و بیناییش و توانمندیش بگه آقا من نمیبینم، تاریکه. هیچ اشکالی نداره. اونو ما میتونیم بشی چراغی روشن بکنیم، آقا یه چراغ روشن کن ببینی. ولی ما نمیتونیم با هم دیگه مباحثه و مجادله کنیم و با هم دیگه بحث و جدل بکنیم. ما اشکال نداره. چرا اینو میگم؟ تو مباحثی که بنده عرض میکنم و خیلی هر کسی توضیح میده، ممکنه که شما نگاه کنی یکی بگی آقا جان چشم زخم وجود داره، یکی وجود نداره. خیلی خوب، هیچ اشکالی نداره. شما اگه به این جنبندی رسیدی که وجود داره، خب طبق اون پروتکولا و اون دستورالعمل عمل کن. اگه میگید وجود نداره، بازم اشکال نداره، عمل نکن. من اصلا به این هم این که ما بتونیم به عقاید هم احترام بذاریم، به دیدگاه هم احترام بذاریم، هم دیگر رو بفهمیم و در کنار هم یک زندگی مسالمت آمیز و مؤدبانه داشته باشیم، این میشه یک زندگی متمدنانه. این چیزی که ما رو متمایز میکنه با جای دیگه همینه که همه با هر تفکری، با هر سلیقه‌ای، با هر پوششی در کنار هم دارن با مسالمت زندگی میکنن و با دوستی و با عشق. چون من اینا رو دیدم به چشم خودم. یه کشوری رفته بودم، دیدم چند تا خانم رفته بودن توی بازاری بود، رفته بودن یکیشون با پوشش کامل بود، دو تاشون هم اصلا هیچ گونه پوششی نشون، اون لباس معمولی اومده بودن، لباس عادی اومده بودن، و این سه تا با هم دیگه انقدر رفیق بودن، داشتن خرید میکردن، با هم میگفتن، میخندیدن، خوشحال بودن و به هم احترام میکردن. و این چقدر تمدن بالایی رو میرسونه که اینو با هم در این حال که رفیقم به تفکرات هم چی احترام میذارن. حالا این به این جنبندی رسیده، اون به اون جنبندی رسیده. حالا ممکنه 4 سال بعد اصلا این دو نفر جاشون 180 درجه با هم عوض شه. اصلا اون که پوششی نداره به این نتیجه برسه که نه آقا من یه باید در یه چارچوب پوششی باشم، و اون یکی به این جنبندی برسه که نه من نیازی ندارم. خب این انسان‌ها باید خودشون به این فهم و شعور برسن، به این درک برسن. چون که در تمام کشورهای مسلمان دنیا، مصر، لیبی، سودان، قطر، نمیدونم مالزی، اندونزی، ترکیه، هر جایی رو که شما بگید، همه دارن در کنار هم با این دیدگاه مختلف، پوشش های مختلف، با احترام و دوستی با هم زندگی میکنن. خب و هیچ تنافی و تضادی هم با تفکرات دقیقا هیچ کدوم از این گروه ها نداره، همه به هم دیگه دوستن. پس بنابراین که ما به هم دیگه تخطئه کنیم، به هم دیگه خدای نکرده بی احترامی کنیم، یا یعنی اصلا به نظام اینا دیگه هیچ جایگاهی توی دنیای الان نداره. این مثال جالبش تو فوتباله. یه زمانی یه بازیکنی رو مربی، سرمربی میگفت دقیقه مثلا 70 بره تو، دقیقه 80 میوردش بیرون، بعد اون عصبانی میشد، لباسشو در میورد، میزد زمین فلان. الان تو دنیای مدرن دیگه اینجوری نیست. بازیکن وقتی میره تو، مربی 10 دقیقه بعد به این نتیجه میرسه، باید بیرون، خیلی با احترام میاد بیرون. ولی نگاه میکنیم باز مثلا یه تیمی که من تو خیلی نگاه میکنم، میبینم که تیم بازنده و برنده وقتی پایان کار میشه، میرن با هم دیگه روبوسی میکنن، به طرفدارای هم احترام میذارن، براشون دست تکون میدن و تشکر میکنن.
ولی شما نگاه کنید ببینید مال ما همش حاشیه است که آقا اگه این تیم برنده شده پس این کارا رو کرده، اینجوری شده، اونجوری شده. ما واقعا خب نیاز داریم که رو فرهنگمون رو ارتقا بدیم و کار بکنیم. لذا در امتداد این بحثا چه بسا نظرات من اشتباه و نادرسته، هیچ اصراری نیستش که آقا مطالبی که من میگم درسته، شاید اشتباهه، شاید چند سال بعد من خودم به این جنبندی برسم که یه فایلی ضبط کنم که آقا اون فایلی که تو نوع خرداد ضبط کردم و گفتم که آقا از دید من چشم زخم درسته است و قابل اعتبار است، غلطه. خودم این جنبندی برسم که اصلا هیچ بیسی نداره، درست؟ خیلی دوستان نوشتن که یکی از اساتید نوشته بودن که آقا بچه‌ها این چارچوبای علمی ارائه بدید. ببینید علم چیزیه که در حقیقت قابل تکرار باشه و ما بتونیم بهش استناد بکنیم و داکیومنت داشته باشیم، ولی اینجا یه تذکری نیاز داریم. اینکه ببینید ما علم سه تا بعد داره: علوم تجربی، علوم ریاضی و علوم انسانی. علوم ریاضی که از همه شفاف دارن، یعنی همه چی بر اساس قواعد و چارچوب‌هایی که همواره 100 نفر عمل کنن همون عدد در میاد، یه مسئله رو 1000 نفر عمل کنن همون در میاد، بی نهایت آدم عمل کنن همون عدد در میاد، حالا از راه‌های مختلف ولی به یه جنبندی میرسن. من یادم وقتی دانش آموز بودیم رشتمون هم ریاضی فیزیک بود، معلم یه مسئله سختی میداد، آخر سر میگفت من این که تو نوشتی x مساوی با رادیکال x تقسیم بر مثلا 2x، این دور این که خط میکشی من اینو اول نگاه میکنم ببینم جوابت درسته، بعد راه حلت هم یه نگاهی میکنم نمره کامل دو نمره بهت میدم، یعنی جواب ثابت و مشخصه، هیچ بحثی نیست. گویا اگه جواب غلط باشه اصلا رو کل مسئله خط میزنم. حالا باز میگم دوستان بعدن روی مثال مناقشه نیست، داد یکی نگه آقا بعد نمیدونم راه حلم نمره میداد فلان بیسار، من که معلم نبودم ولی خاطره دوره دانش آموزی بنده است. علوم تجربی چجوریه؟ علوم تجربی اینه که ما میایم در یک مسئله علمی یه تعدادی نمونه برمیداریم، میریم میشه متخصص آمار، متخصص آمار میگه آقا برای این مطالعه علمی که شما مثلا میخواهید ببینید اگر این رزین رو داخل قهوه بندازید چقدر رنگ جذب میکنه، خب میگه آقا چند تا نمونه باید درست کنیم، ایشون میگه 60 تا نمونه درست کنید. چجوری؟ بر اساس مطالعات آماری ما میریم 60 تا نمونه قرص رزین، کامپوزیت رزین یا هر رزینی درست می‌کنیم، میندازیم داخل قهوه. یه گروه کنترل هم داریم مثلا مثل حالا فرض کنید چای یا هر چیز دیگه. خیلی خوب، پس مطالعات تجربی هم بر اساس یه تعدادی نمونه است و با عوامل مداخله‌گر متعدد که ما تو هر مطالعه عوامل مداخله‌گر رو تا حد ممکن حذف می‌کنیم که یه فاکتور رو بتونیم نتیجه‌گیری کنیم. حالا دما مهمه، نگهداری مهمه، قرصای کامپوزیت مهمه، اون قرصایی که تو شما درست کردی از چه جنسی ان، از چه شرکتی ان، اگه یه برند دیگه بود چی میشه. حالا ما میگیم تو این شرایط دیگه، برای تو مطالعات تجربی میگیم در شرایط کنونی اینجوریه. آخرش هم ساجستشنز داریم، پیشنهادات که آقا شما برید در مطالعه بعدی برید حالا یه قرصایی رو که مثلا با این مختصات فنی ان تو این شرایط نگهداری تو آب گرمی که ما مثلا 64 درجه بوده شما توی دمای دیگه برید با شما ارزیابی کنید ببینید چقدر جذب رنگ داری. خیلی خوب، پس مطالعات تجربی هم به این ترتیبه. پس بنابراین دو تا گروه تکلیفشون روشن که مطالعات تجربی هم به خاطر همین هی آپدیت میشن، هی مقالات جدید میاد، هی متریال جدید میاد، هی تکنولوژی جدید میاد و به روز ممکنه ما نظراتمون عوض بشه، بگیم آقا تا الان این تکنیک خوب بوده از اینجا به بعد این تکنیک رو جایگزین کنید چون این یه نقصایی داشته، یه اشتباهی داشته. اما علوم انسانی دیگه اینجوری نیستش که به این دقیقی ما بتونیم، اونا هم گروه مخاطب، گروه کنترل میرن 1000 نفر برمیدارن تو مطالعات روانشناسی، از دستگاه و تکنولوژی استفاده میکنن، نوار مغزی میگیرن، نمیدونم و تمام ابزار و امکاناتی که دارن، ولی باز نگاه میکنیم پیچیدگی های انسان انقدر زیاده که ما نمیتونیم مثل علوم ریاضی و تجربی حکم قطعی صادر کنیم، برای مباحثات ما با هم دیگه بیفاید است. آقا من رفتم سنسورا رو مغز بس کردم، رفتم مثلا نورو فیدبک، رفتم ای جی گرفتم، همه این کار رو کردم، یه نتایجی به دست آوردم که بسیار قابل استناد و محترم، ولی بازم نگاه میکنیم پیچیدگی های انسان باعث میشه که ما نتونیم به جنبندی هایی برسیم متقن محکم. بین نوروساینتیست ها و افرادی که علوم شناختی کار میکنن میبینیم اینقدر
مقالات پیچیده اومده که بیشتر جنبه فلسفی به دیگه پیدا کرده تا جنبه علمی. پس بنابراین اگر من باز تأکید میکنم در ادامه، اگر کسی اومد گفت آقا شما که اومدی داری میگی که اینو داری توضیح میدی، اینا هم خرافاته، مشکل نداره، هیچ اشکالی نیست، بحثی نیست. شما اگه فکر میکنید غلطه اصلا گوش نده. ببین چرا؟ چون من دلم میخواسته یه چیزی خودم فهمیدم، یافتهای خودم رو، تجربه های زیسته خودم رو با شما به اشتراک بذارم. حالا شما اگه دوست نداری اصلا گوش نکن، نذار حالت بد بشه. چون من اومده بودم حال شما رو خوب کنم دیگه، یه چیزی بیشتر به شما اضافه کنم، به علم و دانش شما اضافه کنم، ولی حالا شما میگی اینطوری نیست، هیچ اشکالی نداره، بسیار محترم. بنابراین چه بسا دیدگاه و نظرات بنده اشتباه باشه، تاکید میکنم، هیچ اصراری نیست بعد درست بودنش، بس حاشیه ها به شدت پریز میکنم. به خاطر همین دندانه یه در حقیقت مصاحبه‌ای با من داشت در حقیقت تو 2 ماه گذشته که توی پادکستی تحت عنوان بیستوری اینو تجربیات شخصی و زندگی شخصی خود بنده است که من برشون توضیح دادم، ولی تو این 2 ساعت خورده‌ای یه 10 دقیقه رو بهش در مورد مهاجرت من یه نکاتی گفتم که تجربه خودم بود، شنیده هام بود از دوستان همکاران، که بعد این بزرگواران هم لطف کرده بودن دقیقا همین تیکه رو بریده بودن گوشته بودن، بعدم یه عالم حاشیه نمیدونم چقدر غلط چقدر اشتباه. خب من گفتم آقا من که هیچ اصراری ندارم که، اینا شنیده های منه، از شما شنیدم دیگه که رفتید اومدید بر من تعریف کردید، از بیماران هم شنیدم، من خودم که نبودم که، من شنیده های خودم رو گفتم که در اختیار شما بذارم، شاید یه نفری بتونه از این استفاده کنه. به خاطر همین خود واقعی مولی اونجا پرزنت کردم، خود آقای دکتری که با هم مصاحبه می‌فرمودن گفتن ای شما این موسیقی گوش میدی؟ گفتم بله من این دیدگاه خودمو دارم ولی موسیقی هم گوش میدم و نمیتونم بگم من یه آدم دیگه ام، همینه دیگه، ظاهر و باطن. ولذا من این فایل رو تو کانال شخصی خودم هم بعد از این فایل قرار میدم که یک بار شما این رو هم بشنوید، شاید بد نباشه که بیشتر با هم آشنا میشیم و در ادامه مسیر وقتی آدم شناخت دارن از همدیگه خیلی میتونن تأثیرات متفاوتی رو تجربه بکنن. من این بحثی هم که امروز عرض کردم چون ممکنه دانلود این فایل یه مقدار طولانی بشه، فایل صوتیش رو هم تو کانال خدمت شما تقدیم میکنم که با این مقدمه ما بتونیم بقیه مباحث کانال رو پیگیری بکنیم. لذا اون دوستانی که این فایل رو چه تصویری چه صوتی نشنیدن، اون دوستانی که شنیدن حتما بهشون تذکر بدن، همشون حتما ازشون خواهش کنن که آقا هر مطلبی میشنوی اگه باب میلت نیست اشکالی نداره، یا اصلا گوش نده، یا اصلا گوش دادی خیلی خوب، میگم یه تفکره، یه دیدگاهه، یه جهانبینیه، ممکنه غلط باشه ممکنه درست باشه. و اگر آخرین بحثی که من کردم توی کانال خودم دقت فرموده باشید، گفتیم آقا اگه یه چیز بدی شنیدید از همدیگه انتقال ندید. آقا من شنیدم در مورد یه همکاری گفته بودن که ایشون مثلا چه می‌دونم چرا اینجوری الکی نمی‌دونم همه مریضا رو اینجوری کار میکنه، خب من چرا برام به خودش بگم؟ خب چرا به خودش بگم که اون آدمو متأثر بکنم، اذیت بکنم؟ بعدن ممکنه یه زمانی دوستانه چون دوستشم بهش بگم که به نظر من توی شرایطی که حالا خیلی همه چی اوکیه که ببین مثلا این مریضی که اینجوری کار کردی میشد مثلا این چکلی هم انجام بدی، یا به نظر من که اونو ناراحتش نکنم. که گفتیم حکیمی گفتم آقا یه نفر اومد در مورد شما فلان چیزو گفت، گفت اون یه تیری انداخت افتاد رو زمین به من نخورد، تو چرا اون تیرو برداشتی رو زمین کردی تو قلب من؟ برام اینا دقیقاً یافته‌های خود منه در زندگی. ما نمیتونیم دیوار باشیم، ما نمیتونیم سنگ و آجر باشیم که یه بشنویم هیچ تأثیری نپذیریم، ولی اینا یافته‌های شخصی منه که توی این در حقیقت پادکست بیستوری یه سریشو عرض کردم، تجربیات زندگی مو عرض کردم که از کجا شروع کردم چیکار کردم، که به نظر من اگه وقت کردی و حوصله داشتی توی مسیری که دارید میرید بشنوید و ایشالله با این مقدمه و با این تفاصیل این مباحثی که باقی مونده رو با همدیگه ادامه میدیم. من از صبر و بردباری شما بسیار تشکر میکنم و از اون دوستانی که همواره پیام‌های محبت‌آمیز دارن بسیار ممنونم. اونا خوبی خودشونه که به من نسبت میدن. اون دوستانی هم که خیلی تند و دقیقاً شدت واکنش میدن و انتقاد میکنن، اونا هم به این بدی هم که اونا میگن نیستیم. حالا خطا داریم، اشتباه داریم، اشتباه تفکر میکنیم،
ولی دیگه به اون شدت و حدت هم نیست. و اگر هست شما به بزرگواری خودتون ببخشید. میگم باز تاکید میکنم که اینا دیدگاهی و مطالعات منه، چه بسا اشتباهه چه بسا ناقصه، و به کمک شما دوستان خوبم سعی میکنیم که خودمون رو ایشالله کامل و کاملتر بکنیم. خیلی محبت کردید، بردباری به خرج دادید، به عرایض بنده توجه کردید، از شما تشکر میکنم.